At the Art of Facial Rejuvenation, we take pride in providing professional and innovative non-surgical cosmetic services to the Greater Toronto Area. Upon entering a Blue Enthused clinic, you would be invited by our friendly staff and medical professionals who make it their mission to provide you with the best, most rejuvenated version of yourself. With the comprehensive services that we offer, ranging from cosmetic to physical therapy, there's something here for everyone. Our team of medical professionals are highly practiced in the art of facial augmentation and rejuvenation. We have skincare department dedicated to providing laser hair removal services using the latest pain-free hair removal technologies suitable for a range of skin types and pigments. با عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، با امید بین که حال همه شما عزیزان خوب باشه و روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشین، از برنامه های مجموعه تورنتو هم لذت برده باشین. برنامه چند نگاه که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه، این بخش برنامه چند نگاه رو خانم روز رضایی هر سه شنبه اسپانسر هستن و در این برنامه طبیعتاً طبق تخصصی که خودشون دارن و کارشناس املاک کسان، بخشی از برنامه‌شون رو اختصاص میدن به بازار املاک بزرگ شهر تورنتو و آماری رو که در اختیارتون میگذارن و معمولا هم در این برنامه گذری دارن به خبرهای متفاوت و مسائلی که مطرح هست در روز. اجازه بدین که به ایشون خوش آمد بگیم و در واقع به برنامه خودشون و این بخش برنامه رو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدواریم که با ما همراه باشین و از اطلاعاتی که در اختیارتون ایشون میگذارن بتونید استفاده کنید. سرکار خانم روز رضایی عزیز، دوست خوبمون، عرض سلام و احترام دارم بهتون. خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون. عرض سلام دارم خدمت شما، عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان، شنوندگان، پارسی زبانان ما هر جای دنیا که هستید. امیدوارم شاد و سالم باشید. شما چطوری؟ خوب هستید؟ خدا رو شکر، الحمدلله. خب ما در هفته‌ای که گذشت، طبیعتاً هر هفته که میگذره و ما با دوستان عزیز بیننده و شنوندمون، چون برنامه مستقیم از رادیو هم پخش میشه، صحبت میکنیم، معمولاً از شما میپرسیم بازار چه خبر؟ سوال همیشگی و هر هفته ما، و معمولاً هم در دنیایی که زندگی میکنیم سعی میکنیم بگیم چه گذشت در هفته‌ای که داشتیم. این روزها هم که معمولاً خبرها پیرامون کرونا میچرخه، طبیعتاً خیلی موج مناسب و خوبی نیست، خبر خوبی نیست. ما دوست داریم همیشه پیام آور خوبی ها و شادی ها برای شما باشیم، اما این هفته استثنایی که گذروندیم، علاوه بر خبرهای آمار بالای کرونا و تقریباً وضعیت قرمز به وضعیت سیاه تبدیل شدن در کشور عزیزمون، وطن عزیزمون ایران، که باعث نگرانی حال هممونه، حالا اینجا هم بالا رفته ولی اون همه مردم رو نگران نکرده، به همچین وضعیتی نرسید، بله اینقدر نگران نکرده، ولی در دنیای هنر، در عالم هنر و هنرمندان که شما هم بسیار بهشون علاقه داری، ما اسطوره بزرگی رو به گونه ای از دست دادیم، جسمش رو از دست دادیم، ولی به واقع جاودانگی استاد شجریان هرگز از یاد نخواهد رفت و همیشه جاودانه است صدا که هرگز نمی میره. و به هر حال استاد شجریان نمونه و اسطوره ای که نه تنها در میان هنرمندان، در میان مردمش، در میان طرفدارانش و اصولاً طرفداران استاد کم نبوده، بله. کم نبودن، ملت ایران یک ملت طرفدارش بوده و به هر حال مسلماً جاشون خالی خواهد بود 100%، ولی به هر حال اثرات خیلی خوبی از خودش گذاشته که صدای جاودانشون همیشه با ما خواهد موند، خاطراتی که دو فرزند هنرمندی که خودش به هر حال شاهکار، دو شاهکار از خودش گذاشته، به هر حال مثل پدر مایه افتخارم، بله واقعا. ولی طبیعیه که در این شرایط ویژه و خاص خبر خیلی خوشایندی نبود، نه تنها خوشایند نبود بلکه غم انگیز هم بود. همه و همه دوست داشتن، این روزها خیلی ها عزیز از دست میدن، خیلی ها به همین دلیل کرونا، فرقی نمی کنه، فقط حالا اگه نزدیکشون هم نیست، در دنیا دارن میشنون که همه مردم به هر حال دارن از دست میرن، میلیون ها الان رسید به میلیون دیگه از دست رفتن، بله. ولی خب وقتی یک انسان منحصر به فرد و
فرهیخته و به هر حال اسطوره خاصی از بین میره، اونم برای یک ملت خاص. طبیعیه که همه رو به سوگواری وامی داره و جاش بسیار بعد متاسف میشیم. اینه که جاشون خالی خواهد بود ولی صداشون همیشه زنده خواهد بود و با ماست. میریم به سراغ سوال همیشگیمون، چه خبر از باز؟ بله، به هر حال ببینید زندگی ادامه داره، همه چیز دیگه، زندگی از حرکت باز نخواهد ایستاد. به هر حال همه سر کارها هستن، زندگی روال خودش رو داره، جایی فقط بعضی از عزیزان خالی هست که ما همیشه به یادشون هستیم، هنرشون، صداشون همیشه با ما خواهد بود. از بازار که نگفتنیه. ببینید شاید که روند بازار کند شده ولی خرید و فروش همچنان ادامه داره. اینونتوریتون کم نشده؟ نه به اون شکل. حالا آمار رو من تصویری امروز چیز آوردم. چی داری رو کنی؟ خونه یا خوب چی داری رو کنی؟ خونه خوب تو بازار زیاد هست. به هر حال اگر عزیزان مایل به خرید باشن در خدمتشون هستیم، میتونیم براشون لیست خانه ها رو ایمیل کنیم بفرستیم، بنا به درخواستشون، مبلغشون، محله ای که میخوان، تعداد حالا اتاق هایی یا هر چیزی رو که مایل باشن خدمتشون ارائه میکنیم. ولی آمار همچنان باور نکردنی هست. گرمی بازار سر جاش هست. هیچ چیزی رو نتونستیم بر اساس گفته‌های کارشناسا پیش ببریم. همچنان داره نقض میشه گفتارشون، همچنان بازار داغی خودش رو داره. اون هفته من خدمت عزیزان اعلام کردم آمار و ارقام رو و امروز به صورت تصویری هست که اگر اتاق فرمان آماده باشن زحمت بکشن تصویر رو ارائه بدن، من تک تک آمار رو از روی تصاویر خدمت عزیزان اعلام خواهم کرد. بله، مارکت واچی رو که داریم، در واقع نگاهی به بازار در ماه سپتامبر ما داشتیم، توتال رزیدنشال ترانزکشن، یعنی کل معاملاتی رو که در بخش مسکونی داشتیم، اگر تعداد رو بخواید ببینید از 7791 معامله در ماه سپتامبر 2019 به 11083 در سپتامبر 2020 رسیده، یعنی ما 42.3% افزایش داشتیم. الان کروناست، یعنی کرونا با اثری از کرونا. و اگر شما نمودار رو الان ببینید عملا نشون میده، یا اینکه اگر بخوایم به صورت حالا مثلا از آگست تا سپتامبر رو هم بخوایم مقایسه کنیم، کاهش داشتیم. این روند کند بازار رو اینجا نشون میده که ما 5% حدودا کاهش داشتیم از ماه آگست به ماه سپتامبر. البته یه سری از کاهش آمار در ماه سپتامبر طبیعی هست. بله. یا از الان به بعد شده. یا از الان به بعد معمولا طبیعی هست و هر سال ما اینو داشتیم. ولی در مقایسه با سال قبل هست. یعنی. بله، این به صورت فصلی است. ولی در مقایسه با سال قبل وقتی شما آماری رو نسبت به سال قبل با شرایط نرمال میسنجید، اون افزایش 42% خب برای ما عجیب هست. و الان توی ماه سپتامبر به 9767 عدد رسیده. از بله. آگست کمتر از حدوداً 5%. این به باز شدن مدارس رو داریم، میدونید که حالا درست مدارس آنچنان باز نشدن، ولی همیشه این رکودی که توی درصدهای کم بوده توی ماه سپتامبر اتفاق میافتاده. یعنی نمیتونیم این به خاطر به خاطر بازار بوده یا حالا به خاطر کرونا بوده، نه، یه چیز نرمال و طبیعی همیشگی بازار ما هست. خب این رو قیمت هم تاثیر میذاره زیاد؟ نه، حالا آمار رو دونه دونه من میگم خدمتتون. نیو لیستینگایی رو که داریم، یعنی خونهایی که جدید لیست شدن، از سپتامبر 2019 حدود 15000 تا بوده و سپتامبر 2020 حدود 20000 تا. یعنی ما باز لیست خانه‌هایی رو که در تورنتو داشتیم، آمار 30% افزایش رو به ما نشون میده و همون افزایشی رو که الان دارید میبینید همون مقایسه هست بین سال 2019 تا 2020 که میگیم بازار هنوز داغه. منظورمون این هست، یعنی علارغم اون کاهشی رو که شما از ماه آگست میبینید نسبت به ماه سپتامبر، ولی الان اینجا اون کاهش رو در واقع جبران میکنه. در واقع میتونیم بگیم هیچ چیزی نیست، اون کاهش هیچ کاهش خاصی نخواهد بود.
اگر که قابل توجه نیست. قابل توجه نیست. ببینید به صورت نموداری هم اینجا نشون داده شده. حالا فروشا به نسبت اون حالت ریشیو میشه همون درصد و اون نسبتی رو که داشتن در ماه سپتامبر 50% در سال 2019 بوده و سپتامبر 2020 شده 54%. عجب. این حتی اگر نسبی هم بخوایم حساب کنیم باز ما افزایش رو داشتیم. و اوریج سلینگ پرایس، سوال شما بله پرسیدین، میانگین فروش، اون قیمت فروش ما 14% افزایش داشتیم، یعنی از سپتامبر خیلیه برای قیمت خیلی هست و برای زمان پندمیک کرونا و این شرایط خیلی هست، واقعا قابل مقایسه نیست. ببینید از 842,000 به 960,000 رسیده این میانگین فروش و این خب آماری سود هست، سود بانکی خیلی پایینه. خب بله بهره ها خیلی پایین اومده و خب خیلی هم پول نقد دارن. یا اگر بخوایم باز فصلی در نظر بگیریم، آگست 2020 تا سپتامبر 2020 رو در نظر بگیریم، اینجا یه کاهش 3% رو به ما نشون میده. ولی در نهایت 3% یا 5% کاهش آنچنانی نیست که ما بخوایم بر اساس اون نظری روی بازار بدیم، ولی اون آمار افزایش اوریجینگ پرایسمون یا همون میانگین فروشمون یا لیستینگایی که ما داشتیم، این خودش خب خیلی متفاوت هست نسبت به بله کاملا نشون میداد. خب بله. دوستانی که الان منتظرن و حالا به هر حال خیلی الان منتظر بازار پاییزی و همچنان منتظرن کریسمس، بله نشستن که بیاد پایین، 100% آروم آرامش آروم بازار رو خواهید دید به خاطر اینکه همیشه همطور بوده. بله. ولی پایین اومدن قیمت رو اصلا فکر نمی‌کنم. اینو که ما تجربه نکردیم. نه. اون توقعی رو که داشتیم بانک‌های مرکزی اینجا صحبتایی که می‌کردن، بله. بانک‌هایی که خب وام می‌دادن یا کارشناسان اقتصادی تا کاهش 20% رو برای ما رقم زدن، ولی عملاً هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. و چیزی رو که شما دارید الان در بازار می‌بینید کاهش نبوده هیچ وقت. من آمار رو ماه به ماه برای عزیزان پخش کردم، آمار رو لحظه‌ای براشون توضیح دادم، هفته‌ای توضیح دادم، یا اینکه به صورت نمودار مثل الان براشون توضیح دادم. و گاهی ما کاهشی رو شاهد بله. نبودیم به نسبت سال قبل داریم میگیم. حالا شاید مثل الان ماه آگست و ماه سپتامبر خب تغییرات 5% که چیزی نیست عملا داشته باشیم، ولی قابل توجه نیست ولی عملا کاهش آنچنانی رو نداریم. و اگر دوستان منتظر هستن که کاهش قیمت اتفاق بیفته، من بعید میدونم با توجه به شرایط الان بعید میدونم که بازار داره به هر حال خودش بر خودش حرف میزنه. به نظر نمیرسه که، یعنی آمار و ارقام خودشون گویای همه چیز هستن. این بارها گفتم به عزیزان، آماری نیست که من شخصی در دسترس داشته باشم. ممکنه خونه های کم طولانی تر به فروش برسه. بله. یا اون آفر دیتا و یا بله مولتیپل آفر رو ابین بره، ولی قیمت باید بود که قرار باشه تو منطقه فروش بله. بره دیگه. دقیقا. ولی اون ممکنه اون آرامش نیست. ما 14 روز هم داشتیم میانگین بله. یا متوسط ماندن خونه ها در بازار 14 روز، 18 روز 19 روز هر ماه اعلام می شد. ممکنه که این به یک ماه برسه، ولی عملا فکر نمی کنم که خونه در بازار بیشتر از این بخواد بمونه. اونم به خاطر احتمالاً اینسپکشن، بازرسی بله، خونه بله. یا وام، یا حالا یه خودشو اینگا به خاطر کرونا مردم رعایت بله. میکنن کمتر شده، ولی در نهایت امکان این نیست که قیمت اون صحبت که میکردیم بله. یک حالا من یادم میفته چون خودم به هر حال علاقمندم به بازار املاک. شما که استاد شرمنده ما همیشه استفاده میکنیم از نظرات شما. خونه که میخوایم بریم ببینیم، خیلی از صاحب خونه ها مثلا فقط یک روز در هفته میذاره. ببینید چه صاحب خونه سیره. خب یه همچین خونه معلومه طول میکشه 100%. من خیلی داشتم اجازه نمیده هر روز بریم. بازم اون خوب بوده ها، جز صاحب خونه های خوبه. ما که سایر داشتیم که فقط با ویرچوال تور با عکس، بعد میگفتن اگر که اینا رو پسندیدن آفر رو شما بنویسید بفرستید، آفر مقبول بود بعد اجازه دارن بیان ببینن. نه البته یعنی مستجر دارن احتمالاً گیرن. نه خود صابخونا به خاطر کرونا احتمال اینو میدادن، میگفتن بهتر هست که از ویرچوال تور استفاده بشه. خب مستجرها که خیلی اذیت کردن. مستجر شاید هم حق داشتن بله. نشه اسمشو گذاشت اذیت، چون به هر حال رفت آمد زیاد برای حالا کسی که میخواد خونه ای رو بفروشه سودی براش داره. ولی مستجر قبل از کرونا مستجر اذیت میکنه. خب اگه خوبش نباشه خب الان خیلی میکنه. بهتر بود. یعنی که بهانه خیلی خوبی دارن الان برای اذیت کردن. اگرنه کرونا اینقدام دیگه حالا ماجراساز نیست که دیگه اینقدر دیگه کاری نداره. ولی به هر حال خب خیلی از
خونه ها ما اجازه ورود نداشتیم. من خودم یادتون اگه باشه برای اجاره آپارتمان توی دانتان تمام با عکس و ویچوال تور یادم. و باورتون نمیشه آخر شما که اینقدر سمجی که کار تو با دوربین و با این اصلا منکرش نیستم، من کار رو تا به نتیجه نرسونی ولکن نیستی. برای اینو من فقط دوستم که تایید بکنم براتون که کار رو بهش بسپرین محاله به نتیجه دلخواهی که میخواین نرسید، چون سمجه تو کار سمجه و این سماجت برای فروشنده و خریدار خوبه، باید پیگیری بشه. میدونید یعنی وقتی که پیگیری نشه کار روی زمین بمونه، خب عملا این اتفاق نخواهد افتاد، ولی کار باید به نتیجه برسه. خلاصه نمیدونم کی از 24 ساعت چند ساعت میخوابی، ولی فوق‌العاده است. میکنم دو یا سه. میگم من وقتی شما رو دیدم گفتم واو، من به خودم نمره 20 میدم. فکر کردم خیلی به هر حال تمام روز رو دارم کار میکنم، ولی شما خیلی بیشتر، یعنی جلوتر از من اصلا خیلی هستی. شما که نفرمین استادین همیشه. قربان شما. خب ما بریم یه شماره تلفن شما رو، من خیلی دوستان شنونده به من ایراد میگیرن، حقم دارن. بله. وقتی برنامه باز پخش میشه دوستانی رادیو که بله میخوان شما رو یادداشت کنن و بارها بارها ما گفتیم مشاوره با خانم روزرضایی رایگانه، شما میتونین هر سوالی از ایشون دارین بپرسین، نظرشون رو بدونین. ایشون هم چون به هر حال هم بسیار دوست خوبی هستن، هم انسان خوبی هستن، هم در رشته خودشون کاملا اطلاعات درست رو به شما میدن، نه به دلیل اینکه مشتریشون بشین. اصلا ممکنه هیچ وقت هم با هم کار بیزینسی انجام ندین یا لیستینگ شما رو نداشته باشن، ولی خب به دلیل ویژگی های خوبی که دارن و حقیقت رو بهتون میگن و بونس خوبی که برای فروشنده ها گذاشتن. تقریبا هر فروشنده دوست داره کامیشن نده دیگه، من نمیدونم چرا، یارا اقل به هر حال دوست داره خونهش خوب فروش بره، پول کمی هم بده. خب این بونس هم ایشون گذاشته، گفته خب این هم بشه به دلخواه شما. خب به همین دلیل هم خیلی دلشون میخواد با ایشون مشاوره کنن، ببینن چه شرایطی رو بهشون پیشنهاد میدن. خب با این دانش طبیعتاً شماره تلفن ایشون رو احتیاج دارین و بینندگان ما هم چون در ایران هم هستن، هم در آمریکا، هم در اروپا، طبیعیه که کراد تورنتویی ما که از تلفن یا از رادیو در اتومبیل هاشون گوش میکنن نمیتونن یا در منازل شماره رو ببینن، بنابراین لازم هست، ضروریه که ما چندین بار تکرار کنیم. این ایرادو خیلی به من گرفتن، به منم میگیرن. بله. شما چرا گوش نمیدی؟ من که گناهی بس ندارم این واسن. یه جورایی منم مقصرم، من واقعا احساس گناه میکردم، الان گناهم بارم سبک شد، من هم شریکم. خدا رو شکر. بله قتلم که میکنی اگر دو نفر باشی، مجازاتت خیلی کمتره، چه برسه این گناه من که واقعا من ناراحت بودم. و یادداشت بفرمایید، قرار ما هم این هست که در هر برنامه، هر مهمانی که ما داریم و دوستان عزیزی که میان در یه رشته کارشناس هستن، متخصص هستن، شما همیشه کنار خودتون یه کاغذ و قلم داشته باشین برای یادداشت کردن شماره این عزیزان، حالا چه در بازپخش برنامه، چه در برنامه روزهای سه شنبه که برنامه زنده هست بخواین تماسی بگیرین. شماره ایشون هم هست 647. خانم روزرضایی رو میتونین با مشاوره رایگان با شماره 647 606 2076 پیدا کنین. این شماره مستقیمشونه. در ایران هم عزیزانی که احیاناً قصد سرمایه گذاری دارید، از اونجایی که متاسفانه ارزش پول ما داره خیلی پایین میاد و همه خب وحشت این رو دارن که بالاخره یک کسی ممکنه سرمایه‌ای داره یا بچه‌ای داره اینجا داره تحصیل میکنه، میخواد خونه‌ای براش بخره یا امکاناتی رو ایجاد کنه برای بیزینس، تبدیل سرمایه‌اش به دلار در کانادا، با ایشون میتونین تماس بگیرین. در این مسیر هم خیلی ها الان دارن از این مسیر هم کلاهبرداری میکنن، به دلیل اینکه شاید سوء استفاده بهتر باشه، شاید کلاهبرداری خیلی لغت به هر حال زودی باشه، ولی خب سوء استفاده همیشه تبدیل به کلاهبرداری میشه. نهایتا همون کلاهبرداری. سوء استفاده کلاهبرداری یه جوری من داشتم، شما مدیرین میدونین سوء استفاده با کلاهبرداری یکیه، حالا بستگی به موقعیت داره، یک خورده کلاهبرداری کم وسیع‌تره. بله، یک خورده حجمش بیشتره و مثلا سوء استفاده شیک‌تره. آره، یا تو مراحل پایینیش میشه سوء استفاده تا کم کم برسه به اون بخش کلاهبرداری اصلیش که حجم پول میره بالا. ولی در نهایت خیلی از دوستان بودن اگه خاطرتون باشه میگفتن ما پول رو به حساب شما واریز کنیم.
من قبول نمی‌کردم. یادتونه گفتم به هیچ عنوان ما نه نماینده‌ای در ایران داریم، نه پولی رو از شما طلب می‌کنیم، نه پولی رو باید به حساب کسی واریز کنید، چون وقتی که پول در کانادا به حساب کسی واریز شد، شما هیچ گونه دسترسی برای گرفتن پولتون دیگه نخواهید داشت و ما هم هیچ کمکی نمیتونیم بکنیم. همچنان که من کلاینت دارم الان که خب از آشنای خیلی نزدیکشون هستن، پولشون رو گرفتن و ایشون از من می‌خواست ونکوور ایشونو پیدا کنم و ما علارغم تلاشمون حتی اسم شرکت رو دادن ولی نتونستیم هیچ کاری برای این عزیز انجام بدیم. و این هست که شما اگه پولی از شما رفت، از حساب شما خارج شد، تحت هیچ شرایطی بازگردانده نخواهد شد مگر از طریق وکیل. این بخش باید بسپارم به شما که استادین توضیح بدین که خیلی مهمه. یعنی این الان شرایطی شده که شما چون اونور تحت فشارین، اونور نگرانین و مرتب به فکر اینین که سرمایه‌تون داره میاد پایین، دیگه اگه شرایط اینور رو ندونین که چقدر خطرناکه، یه دفعه دیگه به خاطر اون پایین اومدن کل شب به میره. اینه که اون وقت باید خیلی مواظب باشین، حتما مشاوره کنین، بپرسین. حتما هم خانم رضایی، چون ببینین افرادی که لایسنس دارن، افرادی که کنار لایسنس کاریشون وجدان کاری دارن، حتما اطلاعات درست به شما میدن و برای هر کاری در اینجا یک نفر همه کارا رو نمیتونه انجام بده. برای هر کاری یک آدم متخصص خوبی رو میشناسن که به شما حتما معرفی میکنن. شما هم در این زمینه فقط این نیست که میتونین به راحتی ملک بخرین، اوردن پولتون هست، وکیل هست، شرکت ثبت شده هست، یعنی علارغم اینکه خب دوستان شاید ما تو ایران خیلی راحت باشیم، خیلی معاملات از طریق یه بنگاه املاک انجام میشه، یه مشاور املاک در ایران میتونه همه این کارا رو برای شما انجام بده، ولی در کانادا اینجوری نیست. حتی وقتی که یه معامله انجام میشه باید وکیل از دو طرف این معامله رو تایید کنه، همه کارها. حتی یه وکیل نمیتونه برای هر دو طرف باشه، باید دو تا وکیل باشه. باید دو تا وکیل، یکی از طرف خریداری، یکی از طرف فروشنده باشه. کارهای وکالت رو وکلا انجام میدن. شاید خیلی وقتا خریدار و فروشنده، شما میدونید، همدیگر رو نمیبینن. فقط دو تا مشاور املاک و دو تا وکیل هستن که در تماس هستن. نمیدونن خونه رو از کی دارن میخرن و ماها مسئولیم، ولی مسئولیت ما هم از طریق قانون هست. یعنی همه چیز باید قانونی باشه. به هیچ عنوان پولتون رو به هیچ حسابی لطفاً واریز نکنید مگر معامله انجام بشه، ثبت بشه و وکلا با شما در تماس باشن. میدونید که اینجا حتی کلید رو وکیل به صاحب خونه تحویل میده. شاید دوستان در ایران هیچ وقت همچین موردی رو نداشتن، ندیدن، ولی اینجا حتی کلید رو از طریق وکیل طرف مقابل یا وکیل خودتون میگیرید و تمام مراحل باید قانونی انجام بشه. بله، حتی ببینین اینجا ما دانشجوهای خودمونو که مثلا پولشونو میخوایم به دانشگاه بدیم راه داره. اینجوری نیست که پولو بتونی نقدن بری بدی، که اگه مثلا ایجنت شما به شما گفت نقد بدین ما نقد میدیم. نه، پولا نمیتونه نقد به دانشگاه پرداخت بشه، پول نمیتونه، حتی درافت دانشگاه قبول نمیکنه. باورتون میشه؟ ایمیل مانی قبول نمیکنه، باید با کردیت کارت باشه. همون انتقالایی که خودمون ایران داریم کارت به کارت میکنیم، اینجا از طریق ایمیل انجام میشه. همش یه که شما محافظت بشین، که این خیلی خوبه. بنابراین اگر کسی این وسط ریگی به کفشش نباشه، به هیچ وجه نمیتونین، شما در خطر نمیافتین. ولی اگه این وسط ها دیگه یکی بخواد از یکی سوء استفاده کنه، 1001 راه داره. اینی که خیلی باید دقت کنین، این روزها روزهای خطرناکیه. فقط کرونا خطرناک نیست، 1001 خطر دیگه از کرونا خطرناکتر به دلیل کرونا کنار شما وایساده و داره سوء استفاده از این ماجرا میکنه. برای این باید مراقب باشین. یه تلویزیون بود زمانی که ایران بودم، بعد خط داریم. من خط تو جواب بدم الان، خودتو با خط جواب بدیم بعد بریم سراغ تلویزیون. یا تو نه یا ببینم دوست عزیزمون سوال داره. عزیزم سلام، روی خط هستین، بفرمایید اگه سوالی دارین. جانم سلام، از بنده جونم بفرمایید. موبایل من چشم من اعلام کنم. من یه بار دیگه اگه زنگ بزنی پشت خط به شما میدن عزیز جان. مرسی قربونتون. چه ساعتی شما کجا تشت دارین؟ تورنتو تشت دارین؟ 8 شب در خدمتتون. مرسی عزیز، خواهش میکنم. مرتضای عزیز، نازنین کارگردان ما، شماره منو به این دوست عزیزمون بدین، شماره دستی منو، مانعی نداره، بدین خدمتشون.
میبخشین تلویزیونی فرمودین؟ یه تلویزیون بود ایران یادم، تبلیغ میکرد، میگفت که برای مهاجرت اگر میخواین بیاین 3 میلیون الان بریزین به این حساب. و خیلی از عزیزان من میدیدم که این پولو واریز کرده بودن و این آقا دیگه رفت پیداش نشد. خیلی ها بودن که فکر میکردن حالا چون این آقا روی تلویزیون هست و برنامه داره و داره یه سری توضیحات رو میده بس میتونه این کار رو کنه. و چقدر 3 میلیون 3 میلیون از این افراد میدونم به حساب این شخص ریخته شد و چقدر از عزیزان دیگه، نه اون زمان 3 میلیون خیلی پول بود بلی. و براشون زیاد بود روی والیوم دیگه. الان هم تازه اصلا شما بگو چه میدونم 10,000 تومان بله. بگو 1,000 تومان وقتی تعداد افراد چه فرق میکنه بالا بره همه که داراییشون بله. یه اندازه نیست بله. کلاهبرداری چه 1 دلار باشه چه 100,000 هیچ فرقی بله. نمیکنه. دوستان عزیزان باید آگاه باشن پول رو به حساب کی و کجا چطور واریز بله. خیلی الان گرفتاری این مسئله بله. بالا گرفته چه در بخش مهاجرت چه در بخش خرید و فروش ملک. حالا اینجا ممکنه گفتم هفته قبلم گفتیم یه کلاهبرداری میشه مثلا یه ملک که نمیارزه 200,000 دلار به شما گرونتر، ایجنت شما اگه خوب نباشه، راهنمای درست به شما نکنه، نگه مثلا این ملک برق ازش رد میشه. ما چقدر ملک برق فشار قوی داریم که از توی سرتان در میاد، خونه ها قیمتش پایین میاد، 1,001 معضلات داره ولی اصلا کسی به شما نمیدونه، اصلا نمیدونه، اصلا نمیبینه، چک نمیشه و فقط حول اینن که این خونه مثلا الان 20,000 تا ارزون تر از خونه همسایه است ولی نمیدونه که علت چیه، چرا و چگونه داره این سرش کلا میره. خب ما داریم آشنایی که زحمت میکشن و تمام اون حالا سروی خونا رو چک میکنن و مشخص میکنن، تمام دور خونه رو با نقشه میریم بله دیدم این کارو کردیم، ایشون انجام میدن و حتی مشخص میکنن که آیا این سیم برق فشار قوی حالا یا حالا برقای خطرناک از اونجا رد میشه یا نه. اگر دوستان بازم مشکل خیلی مهمه ببینین اینا رو همه مثل خانم رضایی نمیان باز کنن به شما بگن و اینا مسائل مهمیه که گفتم. حالا من گفتم مثلا اونجا ممکنه 100,000 واقعا داشتیم 100,000 200,000 تا که کلا سرشون بله. رفته ها تازه ما میگیم ایبی نداره دیگه. تازه این مثلا ما میگیم تازه شانس آوردید هنوز 200,000 تا از دست دادید ولی سلامتی رو با هیچ بله قیمت. سلامتی رو دیگه واقعا نمیشه با چیزی قیمت گذاشت روش رو خریدش. بازرس خونه حتما بگیرید برای چند تا از خونه ها با یکی از هنرمندان خوب شهرمون که بسیار سنتور خوب میزنن، بسیار هنرمند عزیزی هستن، متوجه شدم شغل اصلیشون بازرس خونه هستن و بهشون چون من تو عالم هنر با ایشون آشنا بودم دیگه بله. گفتم خب چرا به من نگفتی بودی؟ که خب بالاخره ما نمیخواستیم از بیزینس سوء استفاده بشه بله. توی خونه ای که ایشون دیدم انقدر کارشون رو مرتب، ببینید وقتی که هنرمندی ظرافت نزد داری، ظرافت کار داری و دلسوزی عجیبی داری، بعد این وقت ما چون اینا رو ریشه این آدم ها رو میشناسیم از سالیان قبل و میدونیم چقدر دلسوزانه، انقدر این گزارش کامل بود که باور کنین ایجنت طرف مقابل که من دوستم بودن به من گفتن که دیگه اینو نیار این بی نهایت دقیق کار کرده. خب بهتره دیگه، آفرین، ببینید یکی مثل شما دیگه بهتره بله. پس ببینید پس خوبه که اگه ایراد بگیره. حالا شما یه همچین کسی رو اصلا میشناسین که انقدر بیاد با دقت ایراد خونتون رو بگیره و متوجهتون کنه که چی دارین میخرین و چقدر بدشون میاد؟ من نمیدونم چرا این مسئله حساسیت هموطنهای ما رو چون دیلو یه کمی لغزش میندازه بالا پایین میکنه بله. بله. باید ببینیم داریم چی میخریم. خیلی وقتا ترکایی که توی بنای ساختمان هست ممکن آسیب برسونه و دیده مجهزی داشت که بله. میگفت یعنی همه ما مجبور نیستیم این دستگاه رو همه شو داشته باشیم ولی بله. من همه رو گرفتم به خاطر اینکه تو خونه ای که میرم وجدانن خیالم راحت فکر کنم برای خودم دارم میخرم. خب من اولین خونه ای که گرفتم سالها قبل خب که اینجا اومدم خونه مول داشت، همونی که ایران بهش میگیم کپک. اینجا چون مولدخونه خیلی خطرناکه، اینجا واقعا خطرناکه و سمیه. بازرس نداشت خونه؟ خونه اینوست بود ولی بازرس هم داشت. بازرس رو خب حالا
حالا توضیح ندارم. حالا دیگه حالا دیگه لازم نیست شما با آدرس منو ببرید. هیچ گزارشی از این مولد به من ندادن. منم خب اوایل بود، وارد نبودم، خونه حالا اینوست بود، همینجوری خریده بودیم حالا به عنوان سرمایه گذاری. و میدونی که میتونه سو بشه، به دادگاه کشیده بشه، این اصلا خیلی داره در سر داره خونه ما. تمام بیسمنت این خونه کپک زده، خیلی درد سر داره. وقتی که من احساس میکردم بوی این خونه از چی هست، نمیدونستم که شالوده خونه ترک داشت. آب پشت شالوده بود. خیلی مشکلات زیاد بود بماند که حالا ببین چقدر از اینا هست. خیلی زیاد. من زمانی که میخواستم اینو بفروشم فقط گفتم لطفاً یه بازرس بیارید، این مشکلات رو داره بهتون بگه. بعد از چند سال دیگه وارد شده بودم، متوجه شده بودم ایرادا رو میفهمیدم. ولی هستن خب به هر حال عزیزانی که چشم پوشی میکنن، یا برای اونایی که تازه وارد هستن اطلاع ندارن، نمیدونن این مولد خونه نباید مولدی باشه، خونه نباید کپک زده باشه، خونه این خودش هزار تا بیماری ایجاد میکنه توی کانادا، چون خونه ها چوبی هن مثل ایران نیست. بله. هزار ایراد داره. به خاطر همین حتی اگه گزارشی هم رد بشه، ریپورتی هم براشون فرستاده بشه، متاسفانه نمیدونن که توی این گزارش چی هست. اینه که اگه فکر میکنین که این روزا از سوشال میدیا یا از نمیدونم دیگه ارتباطات قوی همه چیز رو میدونین وقتی وارد فرودگاه اینجا میشین، به خیال خودتون که همه چیز رو میدونین. خیابونا رو هم بلدین، مغازه ها رو میدونین. فکر میکنین که میدونین، هنوز بدونین از شما کسانی هستن تو این شهر که بیشتر میدونن چجوری و چگونه شما رو گمراه کنن. بنابراین هستن انسان هایی هم که حاضرن به هموطنشون با جان و دل کمک کنن، و ما دوست داریم، دوست داریم که همه خوب ها کنار هم قرار بگیرن، همدیگر رو بشناسن، مثل اون نیمه پر لیوان و نیمه در واقع هوای لیوان. ما دوست داریم همش اون لیوانه پر آب بشه، خوبی ها و مثبت ها کنار هم قرار بگیرن. کار دیگه با اون نیمه خالی نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم خوبا رو به هم معرفی کنیم. خانم روز رضایی همی که از اونایی که واقعا قابل احترامه، هم در کارت، هم در دوستی، هم در انسانیت، و خوشحالیم که اطلاعات درست به مردم میدی. میریم که با شماره ایشون این بخش برنامه رو ببندیم و شما شماره رو یادداشت کنین، با شماره 647-606-2076 647-606-2076 امکان اینو خواهید داشت که مشاوره رایگان باهاش داشته باشین. و از ویژگی هایی که برای این وضعیت کرونا گذاشتن که اگه خونتون رو میخواین بفروشین، فکر کنم 0.5% کمتر از 0.5% اصلا ندین، اصلا نمیخواد، اصلا ما میفروشیم، اصلا تو همین مایا براتون میفروشیم. به هر حال دوستاشون تماس بگیرن، در تماس بگیرین و بالاخره الان بازاری کم داره آروم میشه، متوجه بشین که کجا ایستادین و چه تصمیمی برای خودتون میخواین بگیرین، یا خریدارها واقعا بدونن چی میخرن. بازرسم با من، چون واقعا اگه بازرس ما رو ببرین شک نداری. من با آقای شفیعی واقعا صحبت کردم که از استادان سنتور خیلی خوب شهر هستن، واقعا کاری تو خونه میکنه که آدم دلش میخواد هی خونه بهش بده بازرسی کنه، چون انقدر دقیق و بم خونه رو شاهکار خوبه. به هر حال اینا هست، اینا همه مواردی که نیاز دارین بدونین تو خرید و فروش. میریم به سراغ شهرزاد نظمی. هر هفته پیامی داره در برنامه هاش، معمولا حالا ساعت هایی که ما فرصت مناسبیه، چون پیام های شیرینه، پیام های خوبه میاد براتون میده. امروز یه مهمان داریم، یه مهمانی که هم دوست شماست هم دوست منه، و این مهمانمون مهمون شلوغ پلوغیه، مهمون پر انرژیه، پر از انرژیه، و تقریبا تمام شهر رو خبر کرده که امروز مهمان ماست. مهمان خوبیه، مهمون دوست داشتنیه، یکی از اون انسانهای خوب شهر ماست، میترا محمدزاده. میترا محمدزاده دوست عزیزیه، دوست خوبیه، استاد خیلی هاست که تو شهر به هر حال دارن کار میکنن، و دوست خوب شهرزاد نظمی عزیز مام هست. میاد و به چند دلیل دعوتش کردیم، میخوایم هم بهش تبریک بگیم، هم بهش خسته نباشی بگیم. چرتی خیلی خوبی زده، یک چرتی زده که قابل احترامه، خیلی زحمت کشیده، جز به اون زنانی که به وجود زن بوده، بله به وجود زن بودنش آدم افتخار میکنه. زن پرقدرت،
مثل خود شما که سمجی، اون یه جوری دیگه سمجی و خوبه، خوبه خانم هایی که از پا نمی نشینن و میرن مبارزه میکنن. این مبارزه فقط جنگیدن مرد تو میدان جنگ نیست. زنانی که به کارشون اعتقاد دارن و در کارشون درست عمل میکنن، به نظر من از میدان جنگ خیلی بهتر عمل میکنن. فمینیست شد نه؟ بودیم. شما بفرمایید. ما که بودیم فمینیست بودیم، همیشه جبهه خانوما رو داشتیم. شما چی می‌خواستید؟ من یه تشکر ویژه از جناب آقای نامور عباسیان. خواهش می‌کنم. دوست خوبمون، دوست خوبم، شوهر بله همسر شهرزاد نازنین عزیزم هستن، به خاطر اون فیلم برداری که داشتن برای کلینیک ما اون هفته. من فرصت خیلی کم بود. این که دیگه تو عالم همکاری که به هر حال زحمت کشیده بودن دیگه، برای همکار رو دوستش کرده دیگه میکنن. به هر حال جا داشت اینجا تشکر کنیم، اسمشون هم ببریم دوباره نگن نامور عباسیان. هر وقت میگن چون کارای ما به هر حال همه فیلم برداری اینجا بودیم، میگه اصلا اسمی هم من نمیبریم. آدمای پشت صحنه هیچ وقت اسمشون نمیاد، ما که روز صحنه ایم همه کارا مال ماست. ولی آره نامور یکی از اونها، یکی از کسانیه که اتفاقا امروز یکی از عزیزانشون آقای دکتر عالمی رو از دست دادن در ایران. خیلی اخماش رو هم بود و خیلی به هر حال غمگین بود، برای اینکه دوره خیلی روزگار خیلی طولانی و پر از خاطره رو با آقای دکتر عالمی داشت. راجع به صحبت خواهیم کرد. ولی بله خب به هر حال پشت صحنه هرگز پیدا نیست و که از اونها یکی انسان دوست داشتنی، نامور انسان دوست داشتنی، دوست خوبیه و کار حرفه‌ای بلد. نخیر برای شما هم که با جان و دل شما رو خیلی دوست داره، شما رو خیلی دوست داره. میریم ارادت داریم خدمت هم خودشون هم خانم، ولی به هر حال جای تشکر داشت. میریم با هم این قسمت برنامه رو با روز رضایی عزیز خداحافظی میکنیم. سه‌شنبه آینده با خبرهای بهتر انشالله ببینیم چی پراپرتی برامون میاره، باهاش خواهیم بود. و این بخش رو تا دقایق دیگه شهرزاد نظمی براتون پیامش رو خواهد گفت. و مهمان بعدی برنامه میترا محمدزاده عزیزمون هست که یکی از بانوانی که حتما دوست داریم باهاش بیشتر آشنا بشین. و برنامه ویژه امروز با پرستوی عزیز خواهیم داشت در راستای از دست دادن استاد محمد رضا شجریان که یادش همیشه گرامی خواهد بود. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. مرسی. قربان شما. خدا نگهدار. آرامش خاطر را با روزتی گروپ تجربه کنید. روز رضایی، مشاور املاک و سرمایه گذاری. At the Art of Facial Rejuvenation, we take pride in providing professional and innovative non-surgical cosmetic services to the Greater Toronto Area. Upon entering a Blue Enthused clinic, you would be invited by our friendly staff and medical professionals who make it their mission to provide you with the best, most rejuvenated version of yourself. With the comprehensive services that we offer, ranging from cosmetic to physical therapy, there's something here for everyone. Our team of medical professionals are highly practiced in the art of facial augmentation and rejuvenation. We have skincare department dedicated to providing laser hair removal services using the latest pain-free hair removal technologies suitable for a range of skin types and pigments. همه می توانند در جلوگیری از کووید 19 سهیم باشند. دست های خود را به صورت مرتب و کامل با آب و صابون بشویید. فاصله گیرید، در خانه بمانید. اگر نگران هستید که دچار علائم باشید، می توانید در خودسنجی آنلاین آنتاریا شرکت کنید تا بدانید آیا نیاز به مراقبت پزشکی دارید یا خیر. رایج ترین علائم کووید 19 عبارتند از تب، سرفه و دشواری در تنفس. و اگر در معرض کووید 19 بوده اید، دارای علائم هستید یا به خارج از کانادا سفر کرده اید، باید خود را به مدت 14 روز قرنطینه کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت ontario.ca/coronavirus مراجعه کنید. هزینه توسط دولت اونتاریو پرداخت شده است.
همه دوست دارند کمترین مالیات را بپردازند و یا برعکس بیشترین مالیات را پس بگیرند. یک حسابدار با تجربه ضامن منافع مشتریان است. حسابداری امین به مدیریت داوود کارگر با بیش از 20 سال سابقه درخشان در امور حسابداری مالی بهترین انتخاب شماست. حسابداری امین با کادری مجرب و حرفه‌ای و با دریافت جایزه حسابداران کانادا برای سالیان پی در پی جهت حساب‌های شخصی، تجاری، اظهارنامه‌های مالی، ثبت شرکت و مشاوره تجاری. حسابداری امین واقع در